دوست عزیز درس از جایی که قبلا باقی مانده بود عیناً انشالله ادامه میتیم. سوال هفتم، شش سوال کار کرده بودیم، سوال هفتم لیمیت اکس تقرب داده کنه 4x بر x منفی 2. خب بجای x 2 وضع کنیم، 2 منفی 2 0، 4 ضرب 2 8، 8 بر 0. ببین اینجا جهت 0 مشخص نیست، یعنی نشته نشده که 0 از جهت راست تقرب بکنه از جهت چپ، چون در درس قبلی خواندیم که جهت راستش مثبت لایتنه ایم و جهت چپش منفی لایتنه ایم. از خاطر لیمیت در کل not exist یا به فارسی اگر بگوییم موجود نیست. دیگه اگر لیمیت که x تقرب به 2000 کنه از جهت چپ، خب بجای x واضحه که 2000 وضع میکنیم، 2000 منفی 2000 صفر میشه، اما صفر میشه که از طرف چپ به صفر تقرب داره، یعنی اگه دادیم بسیار زیاد نزدیک به صفر اما نسبتا از صفر کوچکتر، بنابراین عدد تقسیم صفر لایتنایی میشه اما چون از جهت چپ است میشه منفی لایتنایی. سوال دیگه است x تقرب به الینی کنه از طرف مثبت. الین ای خودش در لوگاریتم ما شما خواندیم که یک است، پس بجای الین ای میتونیم یک نشته کنیم، یک از جهت مثبت. حال بجای ایکس اگر یک وضع بکنیم، کوشش کنیم دوستا سوالا رو زودتر و کوتاه‌تر کار کنیم. اینجا یک وضع کنیم از جهت مثبت، اینجا بسیار دقت کنیم، هر جهت مثبت نتیجیش به معنای این نیست که مثبت لایتنه شود. از یک یک تفریق شود درست است صفر میشه، صفر میشه، اما یک مثبت نسبتا از یک کده بزرگتر است، حاصل تفریق از اینها صفر میشه، اما صفر میشه که از جهت منفی است. تکرار میگم بسیار دقیق باشین. در اینجا از یک یک مثبت برای یک مثبت نسبتا از یک بزرگتر است، از یک عدد بزرگتر از خودش تفریق شوه حاصلش صفر میشه که از جهت چپ به صفر تقرب میکنه، بنابراین نتیجتاً جواب از این میشه منفی لایتنایی. خب سوال دیگه است، ایرم از جمع سوال های کانکور است. x تقرب به 20 کنه از طرف مثبت 41 بر 414 11 بر x منفی 20. طبعا قسمت که قیمت گذاری است بسیار ساده است، شما مستقیم به جای x 20 وضع میکنید. خب 20 مثبت 20 مثبت منفی 20، خب واضح است که میشه صفر مثبت، صفر میشه که از جهت مثبت تقرب میکنه. اینا عدد تقسیم صفر میشه لایتنایی، پس این قسمت از مثبت لایتنایی. دقت کنین اینا رو، توان که لایتنایی بود به نوعیت قاعده دقت بکنین که آیا قاعدهش یک عدد بزرگتر از یک است، بین صفر و یک است، یا کوچکتر از صفر است، که مثالاش در تختی قبلی کار کرده بودیم. شما وقتی 41 تقسیم 414 کنین، صورت از مخرج کوچکتر است، حاصل از اینا یک عدد میشه که کوچکتر از یک است. وقتی که قاعده کوچکتر از یک باشه و توانم لایتنایی باشه، پس نتیجه تنشته میکنیم که 41 بر 414 به نمای لایتنایی نتیجهش میشه صفر. چرا صفر میشه؟ تکرار میگم چون قاعدهش از یک کده کوچکتر از این، کوچکتر از یک است. سال قبلی سال بعدی سیرم از جمع سوالای کنکور است. ده از طرف مثبت تقرب کرد، ده منفی ده صفر، صفر میشه که از طرف مثبت است. عینا دقت کنین 29 بر 290، 29 بر 290 یک عدد کوچکتر از یک است، بنابراین 29 بر 290 به نمای 5 بر 0 لایتنایی عین نتیجهش میشه صفر، چون قاعدهش از یک کوچکتر است، جوابش میشه صفر. مثلا میگه 29 بر 290 نمی بود، فرضاً 290 بر 29 می بود، در اون صورت نتیجه تغییر می خورد. یا اگر خواستین این سوال متفاوت تر کار بکنیم، مثلا فرض بکنیم این 10 باشه از طرف منفی، 10 منفی 10 صفر میشه، صفر میشه که از طرف منفی است، 5 بر صفر میشه منفی لایتنه. ببینید در اون صورت نتیجه چه فرق میکنه، 29 بر 290 به نمای منفی لایتنه، شما از قانون های طاقت میفهمید که توان منفی باشه اینا سرچپه میشه. پس اینجا نشته کده میتونیم که 290 بر 29 به نمای لایتنه. خب سوال کانکور بود، تغییر دادیم به خاطر از اینکه موضوع را بر شما خوبتر فهمانده تانسته باشیم.
290 بر 21 عدد است که نتیجه از این در حالت از یک کده بزرگ است. 290 بر 29 واضح هم ده میشه، ده از یک کده بزرگ است. وقت قایده از یک بزرگ بود، توان هم لایتنایی بود، پس جواب از این ها میشه لایتنایی. اینی باریکی ها را در سوالات دقت داشته باشه. یعنی در کنکور کلن سوالایی که میایه از لیمیت سرمی مثلا بسیار تمرکز داره. خب ادامه میتیم اینن. حالت دیگه بود لایتنایی برنمایی یک عدد. حالت سیوم بود از هر حالت جدا جدا سوال با ترتیب کار کرده رسیم. لایتنایی برنمایی یک عدد چی میشه؟ این ما مستقیما لایتنایی گفته نمیتونیم که قبلا گفتیم. مهم است که توانش یک عدد مثبت است یا یک عدد منفی است. شروع میکنیم از این مثال. x تقرب به لایتنایی کنه، به جای x لایتنایی میندازیم، 2 ضرب لایتنایی جمع 1، 2 بر لایتنایی جمع 4. عدد تقسیم لایتنایی 2 بر لایتنایی میشه صفر. عدد تقسیم لایتنایی صفر، صفر جمع 4، 4. لایتنایی چون یک سمبولی است که نمایندگی از یک عدد بسیار زیاد بزرگ میکنه، بران لایتنایی رو شما با یک عدد ضرب بزنین، جمع بکنین، زیر جذر در نظر بگیرین، در حالت نتیجه لایتنایی میشه. پس این قسمت لایتنایی شد، لایتنایی به نمای 4. 4 یک عدد بزرگتر از صفر است، یعنی مثبت است، پس جواب از این میشه مثبت لایتنایی. سوال بعدی از جمع سوالای کنکور است، به جای x منفی لایتنی پرتیم. منفی لایتنی به نمای 4، توان جفت است، منفی به مثبت تبدیل میشه، لایتنی به نمای 4 میشه، لایتنی به نمای 4 جمع 8 لایتنی. لایتنی به نمای ln 1 بر 3 چی میشه؟ اینجا دقت داشته باشیم، ln 1 بر 3 ما در درس قبلی هم خواندیم یک عدد منفی است. ln 1 بر 3 یک عدد منفی است. چرا منفی است؟ از خاطر که ln 1 بر 3 در حقیقت ln 1 منفی ln 3 است. اینا لایتنه بنمای منفی چی میشد؟ صفر میشد. لایتنه بنمای منفی 1 بر لایتنه 0. بخاطر از اینکه مسئله ln واضح تر شد، اینجا من مکرر نوت و گناه برتان مشته کردیم. ln a اگر a بزرگتر از 1 باشه مستقیما مثبت، اگر بین 0 و 1 باشه منفی. a کوچکتر از 0 شده و از صفر هم شده نمیتونید. کلی دوستان انشاءالله که میفهمن در بخش لوگاریتم خواندن. خب سوال دیگه، x تقرب به لایتنایی کنه، با جای x لایتنایی میندازیم، 2 ضرب لایتنایی به نمای 4 جمع 3 به نمای منفی ln 4 بر 5 است. منفی رو در توان ببرین، ln 5 بر 4 میشه. لایتنایی به نمای هر عدد لایتنایی ضرب 2 جمع 3 در حالت لایتنایی میشه. پیشترم گفتم لایتنایی رو با هر عدد ضرب بزنین، از با هر عدد جمع بکنین یا از لایتنایی هر عدد منفی بکنین، در حالت نتیجه لایتنایی میشه. ln 5 بر 4، 5 بر 4 از 1 بزرگ است یا بین 0 و 1 است؟ کلی میفهم از 1 بزرگ است، پس یک عدد مثبت میشه، لایتنایی به نمای مثبت، نتیجتاً لایتنایی میشه. یعنی با این مثال ها خواستم برتان یک دید متفاوت از لیمیت برتان ارائه بکنم و انشالله در تختی بعدی مثالایی از حالت چهارمش که صفر به نمای لایتنایی چی میشه، صفر به نمای لایتنایی از طرف مثبت و منفیش جوابای متفاوت میتن. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان اینن از جایی که ماندیم ادامه میتیم و کوشش میکنیم تا حد توان مثالا از هم تفاوت داشته باشه تا کل حالات را در وقت کم و کامل یاد بگیریم. خب مثال 15 از حالت صفر به نمای یک عدد است. خب x تقرب به 2 کده، به جای x 2 مندازیم، 2 ضرب 2 4، 4 منفی 4 0 و اینجا هم 2 اضافه کنیم، 2 مربع 4، 4 منفی 9 منفی 1 بر 5. صفر به نمای منفی مستقیما لایتنایی گفته میتونین، خلاص لازم نیست زیادی را با یک افادی 1 بر 0 و شکل تبدیل بکنین، مستقیم لایتنایی را نشانی بکنین، زود به نتیجه میرسیم. خب اینجا x تقرب به 1 که از طرف راست، به جای x 1 وضع میکنیم، 1 بر 3 منفی 1 بر 3 0. طبعا اینجا منفی ln 3 بر 4 است، منفی رو در توان ببریم ln 4 بر 3 میشه. انشاءالله که میفهمین منفی در توان بر ln 3 بر 4 به توان منفی 1، 1 بر ln 3 بر 4 ln 4 بر 3. خب 1 بر 3 منفی 1 بر 3 0. اینجا جهت 0 زیاد مهم نیست، من سوال کنکور بود بدون کدام تغییر نوشته کردم، اما اینجا جهتش مهم نیست. ln 4 بر 3، 4 بر 3 حالا من باور دارم که کلتان خوب میفهمید. 4 بر 3
از یک بزرگتر است نتیجهش مثبت است پس صفر برمای مثبت دوباره نتیجه صفر میشه حالی میایم سر سوالایی که کدام حالت خاص در کل دوونا وجود نداره قیمت گذاری میکنیم نتیجه رو به دست میاریم یعنی خواستم براتون بگویم که تو نترسین در کنکور کلن سوالای مشکل میایه سوالایی هم میایه که شما قیمت وضع میکنین و نتیجه رو مستقیم به دست آورده میتونیم مثلا لیمیت تیتا تقریبا پای دو بر دو که ساین تیتا بر 4 خب به جای تیتا پای بر دو مندازیم پای بر 2 بر 4 2 ضرب 4 8 میشه پای بر 8 نزدیک با نزدیک باید ضرب بزنیم پای معادل 180 درجه است هر وقت شما یک زاویه مثلثاتی که برادیان داده شده بخواین به درجه تبدیل بکنین به جای پای 180 درجه بانین خلاص به دست میایم 180 تقسیم 8 میشه 22.5 پس نتیجه ساین 22.5 خب سوال دیگه است لیمیت x تقریبا بستگی کنه کوساین 2 بر 10 x جذر 1 جمع تانجانت مربع x بر 5 خب 2 بر 10 را اختصار کنیم 1 بر 5 یا واضح‌تر نشتا کنیم x بر 5 1 جمع تانجانت مربع از مثلثات میفهمیم که مسایب سیکنت مربع است اینمی خاصیتش 1 جمع تانجانت مربع سیکنت مربع یک جمع کوتانجانت مربع کوسکنت مربع در کنکور بسیار استفاده میشه اینا رو هیچ وقت از حافظه تان دور نکنید یک جمع تانجانت مربع سیکنت مربع مربع با جذر خلاص میمونه سیکنت خب قسمتی که مربوط لیمیت است ساده است شما چیکار میکنید مستقیم به جای x 3 وضع میکنید کوساین 3 بر 5 سیکنت 3 بر 5 سیکنت سرچپی کوساین از بالا برین کوساین میشه کوساین ضرب کوساین کوساین مربع 3 بر 5 کوساین مربع 3 بر 5 یک جواب درست است دو مشکل وجود نداره اما میشه که به جای یک منفی ساین مربع 3 بر 5 هم در کنکور بیارن چون شما میفهمید این وقتا در کنکور شما جواب که به دست میارین را در چهار جواب مستقیما وضع نمیارن او را نسبتا تغییر داده میارن بنان این را یاد داشته باشیم سوال دیگه است لیمیت x تقریبا به صفر کنه لن مکعب x جمع دو مربع بر لن مربع x جمع دو کل مکعب خب قسمتی که مربوط لیمیت است همین است که شما به جای صفر وضع بکنین ln مکعب صفر جمع دو دو مربع ln مربع دو مکعب دقت کنین در ln ها در لوگاریتم در تابع مثلثاتی در کلشان هر وقت توان در وسط بیایه این توان توان کلی معنا میده یعنی که اینی سه هم توان ln است و هم توان افادی تحت ln است پس ln دو مربع کل مکعب ln دو مکعب کل مربع خب اینی توان دو منحصر به دو است پس او را در ضریب آورده میتونیم دو ln دو کل مکعب ایران در ضریب بیاریم سه ln دو کل مربع مکرر میگم این توان از کلشان است پس شما دو به توان سه و ln دو به توان سه نشته کده میتونیم سه به توان دو ln دو کل به توان دو خب اینجا ln دو کل به توان دو یعنی دو دانه ln است بالا هم سه دانه است دو دانش خلاص پس یک دانه ln دو میمانه دو مکعب هشت هشت بر نو ln دو یک سوال متفاوت از این موضوع در کنکور پارسال آمده بود شاید اکتداد شاگردهای اشتباه کرده باشن x تقریبا 8 کنه از طرف مثبت لوگاریتم 5x منفی 40 و قاعده 2 بر 3 یک مسئله رو شما باید متوجه باشین که هر وقت یک افادی لوگاریتمی دیدین و قاعدهش از یک کوچکتر بود اولین کاری که باید بکنین او را به یک افادی بزرگتر از یک تبدیل بکنین چی این لوگاریتم در بخش لیمیت آمده باشه چی در بخش مشتقات نامساوات هر افادی که باشه خلاصه پس دوی بر سه ما سرچپه کنیم سه بر دو به توان منفی یک میشه سه بر دو میفهمین یک عدد بزرگتر از یک است منفیش دو ضریب آورده میتونیم منفیش دو ضریب آوردیم و به جای ایکس هم هشت وضع کردیم خب میشه 5 ضرب 8 40 40 منفی 40 0 0 که از طرف راست تقرب کرده همیشه به یادتون باشه لوگاریتم صفر از جهت راست و ln صفر از جهت راست جوابش منفی لایتنه است پس این قسمت میشه منفی لایتنه ای منفی ضرب منفی مثبت لایتنه ای خب این آله این تکرار اینجا نوت گونه نشته کردیم که در حافظه تان باشه ln که صفر از جهت راست تقرب کرده باشه یا لوگاریتم صفر از جهت راست تقرب کرده باشه جوابش منفی لایتنه ای میشه اما در لوگاریتم باید دقت کنیم قاعدهش بزرگتر است یک باید باشه که پیشترم این مسئله رو برتان به عرض رساندم اگر از جهت چپ تقرب کرده باشه این لیمیت ها موجود نیست چرا موجود نیست؟ از خاطر که شما لوگاریتم خود میفهمید لوگاریتم
ifade تحت لوگاریتم و ifade تحت لین همیشه باید یک عدد مثبت باشه. وقتی با صفر از جهت چپ تقرب بکنه، پس ifadeش منفی است. یعنی یک عدد منفی بسیار نزدیک به صفر. بنان علمت موجود بوده نمیتونه. خب چرا ln صفر که از جهت راست باشه یا لوگاریتم جوابش منفی نمیتونه است؟ ثبوت از اینجا کوتاه خواستم که براتون بیان بکنم. خب x ما به صفر از جهت راست تقربتیم، یعنی از یک عدد بزرگتر از صفر نزدیک ساخته بریم به طرف صفر. مثلا e یک عدد بزرگتر از صفر است، به جای x e وضع کنیم ln e میشه یک. یک بر e از صفر بزرگ است اما به صفر نزدیکتر است. یک بر e میشه ln e به طور منفی یک، منفی رو در ذریع بیاریم میشه منفی یک. یک بر ای به طور صد منفی صد، یک بر ای به طور منفی میلیون منفی یک میلیون، یک بر ای به طور یک میلیارد منفی یک میلیارد. خلاصه هر قدر که این قسمت به صفر نزدیک شده بوده، نتیجه به منفی میلیارد میلیون تریلیون باشه که به طرف منفی لیتانه این نزدیک میشه. بنابراین وقت اکس به صفر از جهت راست نزدیک شد، نتیجه به منفی لیتنی نزدیک میشه. دوستای عزیز، این قسمت بود که مربوط حالات غیر مبهم لیمیت میشد. اتفاقا از این بخش در کنکور بیشتر و نسبتا سختتر و تکنیکی تر سوال میآید. حالات مبهم روشهای ساده خود را داره، محاسبه میکنیم، جواب به دست میاریم که انشاءالله در قسمت بعدی او را خواهیم خواند. خدا نگهدارتان. الله حافظ.